Ali Al-Khatib, 13 years old, taken by security forces at a protest rally last month. شواهد بیشتری وجود دارد که دیکتاتوری در سوریه در حال دستگیری، شکنجه و کشتار کودکان می باشد. کودکانی مانند حمزه خطیب، یک پسر بچه 13 ساله که ماه گذشته در تظاهراتی دستگیر شده بود و خانواده وی برای یک ماه هیچ اطلاعی از سرنوشت او نداشتند. بعد از یک ماه دولت جسد او را به خانواده‌اش برگرداند. جسد شکنجه و مسله شده او بسیار تکان دهنده است. و چنین شرایطی دیکتاتور سوریه بشار اسد اعلام عفو عمومی برای تظاهر کنندگان می کند. لغت عفو چیزی است که نماینده دولت از آن استفاده می کند، ولی این عفو به مفهوم عفوی که در ذهن شما می باشد نیست. عفو برای آنها یعنی اینکه شما محکوم به اعمال شاقه تا سرحد مرگ خود هستید. هفته هاست که فعال سوری رضوان زیتونی پنجرهی برای ما رو به سوریه بوده است. او از استفاده از نام واقعی خود و یا با صدای رسا صحبت کردن ترس دارد و به طور مستمر در وضعیت خطرناکی به سر می‌برد. She's neither afraid to use her real name or to speak out even though she is in constant danger. رضوان، وقتی تو ویدئوی جسد حمزه خطیب پسر بچه کوچک را دیدی، آیا این مسئله برای تو هم مانند بقیه جهان غرب تکان دهنده بود یا اینکه این چیزی است که تو از رژیم بشار اسد انتظارش را داشتی؟ به عنوان یک فعال حقوق بشر در 10 سال گذشته من داستانهای زیادی مانند این شنیدم. به عنوان یک انسان قطعا هیچ کس نمیتواند به این تصاویر نگاه کند و چنین جنایتی را علیه کودکان ببیند و تکان نخورد. قابل فهم نیست که چرا باید این رژیم چنین کاری را با یک بچه 13 ساله انجام دهد. چنین اتفاقاتی در سوریه همیشه صورت گرفته است، ولی قبلا هیچ کس نمیخواست آنها را باور کند. سازمانهای حقوق بشری همیشه در مورد چنین جنایاتی در سوریه صحبت میکردند. در مورد شکنجه های خارج از تصور، حتی در مورد کودکان، من داستانهای بسیاری مانند این را به یاد میآورم. نه در سال گذشته، بلکه در دهه های قبل. ولی آن موقع جهان نمیخواست این چیزها را بشنود و آنها را ببیند. در حال با چنین کارهایی و با چنین شکنجه هایی علیه زندانیان، آنها میخواهند پیام وحشت بفرستند. دیکتاتور سوریه بشار اسد اعلام عفو عمومی کرد. آیا کسی در سوریه حرفای او را باور میکند که او عفو عمومی داده؟ قبل از هر چیز زندانیان ما جنایتکار نیستند و ما از بکارگیری لغت عفو خودداری میکنیم. ما جنایتکار نیستیم که خواهان عفو از کسی باشیم. بشار اسد کسی است که باید بابت ارتکاب جنایاتش علیه مردم خواهان عفو از مردم سوریه باشد. تنها 2 ساعت بعد از اعلام عفو عمومی، 10 نفر از جوانان در میادین دمشق به خاطر شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز دستگیر گشتند. لذا وقتی آنها به دستگیری افراد بیشتری ادامه می دهند، این عفو چیز بی‌معنی است. So it means nothing if they will continue to arrest more people.